تا قبل از iOS 5، iOS 5، اگر شما میخواستید گوشیتون رو با آیتیونزتون سینک بکنید، حتما بعد از کابل USB و از سیم استفاده میکردید. گوشیتون رو باید با کابل USB به سیستم وصل میکردید تا بتونید سینکش بکنید. الان شما بی سیم هم میتونید این کار رو انجام بدید. یک گزینه اینجا اضافه شده به اسم سینک with this iPhone over Wi-Fi یا iPad over Wi-Fi که اگر شما اون رو انتخاب بکنید و روشن بکنید، اگر آیتیونزتون رو باز بکنید، وایفای سیستمتون روشن باشه، وایفای گوشیتون و آیپدتون هم روشن باشه، اینجا دیده میشن و شما میتونید خیلی راحت سینک رو بزنید و اونها رو میتونید بی سیم هم سینک بکنید. برای اون عده‌ای که ممکنه مقدار سینک براشون ناآشنا باشه، سینک در واقع اطلاعات داخل کامپیوتر شما رو با گوشیتون یا با آیپدتون سینک میکنه. من توی خودآموز آیفونمون خیلی کامل راجبش صحبت کردم، اینجا یه اشاره خیلی کوچیکی بهش میکنم. به طور مثال من این آیپدم رو انتخاب میکنم و حالا اینجا میبینید که شما دقیقا عین اون عنوان، فقط با این تفاوت که اینجا آیپد نوشته شده، وجود داره. اگر من بخوام میتونم الان بیام اینجا مثلا توی فوتوز بگم که توی این لایبرری فوتو من مثلا آمستردام رو هم سینک بکن با آیپدم و اپلای رو به محض اینکه بزنم این 4 تا عکس آمستردام هم اضافه میشن به آیپد من. اگر بخوام میتونم بیام توی قسمت بوکس بگم که خب حالا از این کتابهایی که اینجا دارم مثلا حالا یه چند تا رو وردار و نمیخواد اضافه کنی یا یه سری ها رو اضافه کن. اونهایی رو که تیک بزنم قطعا به آیپدم اضافه بشن، اونهایی رو که اینجا تیکشون رو وردارم اگر باشن توی آیپدم ازشون کم میشه، از در واقع این دیگه توی لایبرری آیپدم دیده نخواهند شد. در مورد پادکست، در مورد تیوی شوز، موویز و میوزیک هم باز به همین صورت هست. شما اون لیستی که اینجا دارید، پلی لیستی که دارید رو میتونید باهاش سینک بکنید یا حالا هر عنوان دیگه‌ای که اینجا مد نظرتون باشه. در مورد اپلیکیشن ها هم باز به همین صورت هست. من اینجا اگه اپس رو انتخاب بکنم قاعدتا یه مقدار طول میکشه تا بیاد و لیست بکنه. به محض اینکه اومد میتونم بگم خب حالا فرضاً برنامه مثلا برنامه ویرچوال سیتی رو، من این گیم رو خوشم نیومد، همیتونم از رو آیپد حذف کنم، هم از اینجا میتونم تیکش رو بردارم و به محض اینکه اپلای رو بزنم این برنامه رو از توی آیپد حذف خواهد کرد. چرخیدن این آیکون توی آیپد یا آیفونتون نشون میده که داره سینک انجام میشه. توی آیتیونزتون هم طبیعتا شما سینک رو میبینید. از طریق خود آیپد یا آیفون هم شما میتونید سینک انجام بدید. شما میایید توی سیتینگ جنرال آیتیونز وایفای سینک رو میزنید و با زدن سینک ناو شروع میکنه حالا اون آیفون یا آیپدتون رو سینک کردن. فقط حتما باید آیتیونزتون باز باشه، وایفایتون روشن باشه که امکان سینک کردن وجود داشته باشه.